بحث از سیاست و سعادت از این باب که کسی از آن حرف نمی‌زند و معیار و پایه سنجش اهل سیاست نیست ضروری است. از طرف دیگر مسائل مختلفی در روزگار ما پیش آمده که چهره سیاست را با شقاوت نزدیک کرده است تا سعادت. نگاه کنید به حملات تهران، به انتخاب ریاست جمهوری جمع کرد که به دست داشتن در قتل هزاران زندانی متهم است. از آن گذشته فساد در وطن ما فراگیر شده است. اهل فن میگویند اقتصاد ایران تحت حاکمیت اسلامی یکی از فاسدترین دورانهای تاریخ خود را میگذراند. اگر به منطقه خود نگاه کنیم نیز شقاوت را در هر صحنه جنگ و ترور و بمبگذاری آن هم به اسم دین و خدا میبینیم. از اینجاست که بحث به جای رسیدن به سعادت به انتخاب بین شقاوت کمتر و شقاوت بیشتر یا بد و بدتر ختم شده است. گویی بحث از سعادت از سیاست رخت بربسته است و چاره ای جز تن دادن به نظام تبعیض و ترور و زندان و زور و ارعاب نداریم. چطور می شود شقاوت سیاست مقابله کرد؟ آیا راهی به سعادت بدون سیاست ورزی هست؟ سیاستی که به سعادت منتهی نشود به کجا میرسد جز به وحشت افکنی و ترور و جنگ؟ آیا میتوانیم سیاست را به سعادت خود پیوند بزنیم و رهبران خود را مهار کنیم تا در خدمت مردم و آبادی کار کنند؟ چه شد که سیاست به جای آن که به فراهم آمدن خاطر مجموع کمک کند خاطر ما را مشوش و پریشان داشته است؟ در ایامی که در آمریکا بودم فرصت داشتم که با دوست عزیز و اندیشمند مهدی خلجی درباره این مسائل صحبت کنم. او از آن گروه تحلیلگران سیاسی است که دانشش محدود به اخبار و درگیری‌های جناحی نیست، بلکه عمیقا مطالعه می‌کند و آن هم به زبان‌های مختلف و به طور کلی گرایشی فلسفی به سیاست دارد. توجه اخیر او به هانا آرنت شاهد این گرایش است و ترجمه ای که از مجموعه مقالات آرنت درباره شخصیت‌های معاصر کرده، یعنی کتاب انسان‌ها در عصر ظلمت، نشان می‌دهد که سیاست برای او آزمایشگاه فلسفه است. در گفتگوی امروز از این کتاب، از آرنت و سیاست هم سخن خواهیم گفت. از ایران آکادمیا که برنامه‌ای برای گفتگوی ماهانه دارد سپاسگزارم که فرصت این گفتگو را فراهم کرد. از فلسفه گفتیم. شاید بهتر باشه اشاره‌ای به فلسفه و عمل سیاسی بکنم. فلسفه امروز دانشی کاملا نظری فرض میشه، اما در اصل خود چنین نبوده. مثلا عهد یونان و در دوره سقراط از دید فلسفه عهدی در اون دوران چگونه فلسفه ارتباط با سیاست؟ اونچه که ما میدونیم، اگر سقراط رو به عنوان یکی از نخستین فیلسوفان یونانی بدانیم که فلسفه به معنی که ما امروز میشناسیم بیشتر پدر اون خونده میشه، با بحث یا قول باهاش درگیر مسائلی که شما سقراطی که افلاطون برای ما تصویر میکنه، کسی که راجع به مسائلی پرسش میکنه که مربوط به همه افرادی است که در جامعه زندگی میکنن، چه به عنوان فرد چه به عنوان عضوی از دولت، شهر یا شهروند. مسئله اساسی اینه که فلسفه از آغاز یکی از آموزش های مدنی به شما رو اینکه شما برای اینکه شهروند بشید، اینکه خودتون رو، حق خودتون رو، اختیار خودتون رو، دامنه کار خودتون رو عنوان شهروند در درون دولت شهر بشناسید، باید فلسفه ببرزید. و فلسفه از آغاز شکل دیالوگ و گفتگو داشته. شما میبینید که رساله های افلاطون همش به شکل دیالوگه، یعنی فلسفه یعنی همسخنی، حرف زدن با یکدیگر، نه اینکه یک نفر بشینه در انزوای خودش فکر بکنه و تئوری بپردازه و مفاهیم انتزاعی رو تا
تولید بکنه و دیگران مصرف بکنن فقط. که خیلی نزدیک هست به اون بحث معاصر که قلمرو عمومی باید محل گفتگو باشه. در یونان هم جایی بوده که مردم درش جمع شدن به نام آگورا. در آگورا در حقیقت راجع به مسائل عمومی با هم گفتگو میکرد. ولی ما میبینیم در چند دهه گذشته بسیاری از فیلسوفان در آمریکا و اروپا و جاهای دیگه ابراز ناخرسندی کردن از اینکه فلسفه به صورت آکادمیک در آمده و در حقیقت پشت دیوارهای دانشگاه زندگی شده و ارتباطش رو به جامعه از داده، در واقع با سیاست و با سیاست در حقیقت بخشی از آموزش مدنی جامعه دیگه تلقی نمیشه و مردم فکر میکنن فلسفه خب یه رشته مثل مثلا فیزیک که شما اگه بهش علاقه داشتید میتونید بری دانشگاه درس بخونید. چقدر در اون دوران در یونان بحث سیاست یا سیاست گفتگویی با سعادت جامعه پیوند داره؟ خب اینها که پیوند عمیق داره، چون شما اصلا سعادت ممکن نیست مگر اینکه شما شهروند یه دولت شهر باشید. کسی که شهروند یه دولت شهر نیست اصلا سعادت نداره. یعنی بنابراین پیوند با یک کامیونیتی سیاسی یا یک باهمستان یا جماعت سیاسی یک شرط ضروری برای رسیدن به سعادت فرد نمیتونه جدای، یعنی شما اگر در یونان یک کسی رو تبعید میکردن این به معنی اعدامش بود، اعدام سعادتش بود. اگه تبعید میشد یعنی از اون دولت شهر، از اون کامیونیتی سیاسی دور میشد و چون دور میشد این دیگه سعادتی نمیتونست برای خودش تصور کنه. در متون ما هم راجع به سعادت زیاد صحبت شده. معمولاً گفته میشه که سعادت آبادی دل است و آبادی تن است و زندگی بر اساس خرد در جمع انسانی یا حتی در جمع فضلا مثل جامعه فاضله یا مدینه فاضله. اگه بخوایم تو خطوط کلی سعادت رو یک تعریف ساده‌ای ازش بکنیم با این اضافه کنیم. ببینید وقتی که متون یونانی ترجمه میشه به عربی یا فیلسوفان اولیه اسلامی آشنا میشن با این متون، طبیعتاً یکی از بحثی که میکنه بحث سعادت. فارابی خودش یک نمونه است، چند رساله داره راجع به سعادت از جمله کتاب اینها بحث سعادت رو میکنن. منتها ما در اونجا در آثار این فیلسوفان یک نوع آمیزش اون درک یونانی از سعادت رو با یک درک شرعی از سعادت میبینیم که به تدریج اون درک شرعی غلبه میکنه و بعد از یک مدتی میبینیم که اصلا اون رگه های یونانی بحث سعادت کمرنگ میشه، به خاطر که اساساً علم سیاست به مفهوم یونانیش بعد از یک مدتی زوال پیدا میکنه و راهی که با فارابی آغاز میشه در حقیقت نافرجام میمونه و بعد تلقی شرعی از سعادت جایگزین اون میشه. یعنی مثلا اون تلقی که در کیمیای سعادت اون تلقی که دو به طور کلی کسانی مثل فارابی معتقدن دو نوع سعادت وجود داره، یک سعادت قصوا، یک سعادت دنیا و یک سعادت قصوا. سعادت دنیا سعادتی است که به خودی خود ارزش نداره، سعادتی است که شما در این جهان پیدا می‌کنید، مثل اینکه بدنتون سالم باشه، مثل اینکه آسیبی به شما نرسه، مثل اینکه امنیتی داشته باشه. ولی همه اینها، این تندرستی، این خاطر مجموع، همه اینها باید در خدمت سعادت قصوا باشه. سعادت قصوا اون سعادت بنین و آرمانی است که با رفتن به دنیای جاودان، در حقیقت رفتن به دنیای دیگر کسب میشه، در این دنیا نمیشه به اون رسید. بنابراین اینجاست که شریعت وارد میشه. شریعت میگه اگر شما در این دنیا میخواید به شکلی زندگی کنید که به اون سعادت بنین دست پیدا بکنید، بنابراین باید آداب شریعت و دستورهای شریعت رو عمل بکنید. و به تدریج مسئله سعادت در فرهنگ ما، مخصوصا در به اصطلاح بعد از پایان تمدن اسلامی، بحث سعادت کم کم زوال پیدا میکنه. شما چندان بحثی نمیبینید که به طور مستقل راجع به سعادت بشه،
و مجموعه ای از اندرزهای اخلاقی و دستورهای شریعت میشه راهنمای زندگی. این بحث اینکه چرا سعادت زوال پیدا کرد یا اصلا بحثش مطرح نشد دوباره برمیگردیم، ولی قبل از اون چه جنبه دیگری از بحث رو بگوشیم که باز مربوط به دوران خودمون هست و اون مسئله شرع هست و سیاست. معمولا سیاست رو به شکل عام محل شرع تلقی میکنن عموم مردم، میگن سیاست با پدر سوختگی همراه هست مثلا. اما از اون طرف شما دارید میگید به درستی که برای سعادت باید سیاست ورزی کرد. بین این سیاستی که سعادت ایجاد میکنه و این سیاست پدر سوختگی به اصطلاح یا که ما میبینیم با شقاوت همراه هست، با ارعاب همراه هست، با تحقیر مردمان همراه هست، بین این دو سیاست چه نسبتی هست؟ نسبت معکوس به این مفهوم که درست در جایی که ارعاب هست سیاست نیست، در حقیقت اونجایی که زور هست سیاست نیست، اونجایی که خشونت هست سیاست نیست. سیاست در تعریف دقیقش به مفهوم این هست که شما اختلاف هایی که بین اعضای جامعه هست از راه گفتگو و توافق مدیریت بشه، اختلافات به وحدت کلمه تبدیل بشه، نه این اختلاف ها از راه های غیر خشونت آمیز مدیریت بشن و توافق بر اساس توافق جمعی. خب خود این سیاست به این مفهوم، یعنی که ارعاب درش نباشه، فساد درش نباشه، به اصطلاح توطئه و دسیسه درش نباشه، فریب درش نباشه، و این لازمش اینه که فضای وجود داشته باشه که افراد اعضای مختلف یک جامعه سیاسی بتونن درش مشارکت کنن، درش حضور داشته باشن و درش نقش بازی کنن، هم در تعریف خیر عمومی و هم در تحقق خیر عمومی. چون خیر عمومی اگر ما در سیاست دنبال خیر عمومی باشیم، خیر عمومی یک تعریف پیشینی نداره، تعریفی نداره که شریعت اون رو تعیین کرده باشه، تعریفی نداره که یک فیلسوف خاصی تعریف کرده باشه یا حاکم یا مصلحت و خیر عمومی. خود مفهوم خیر عمومی رو هم اعضای جامعه باید تعریف کنن و این یک مفهوم فویاست، یعنی در یک شرایطی شما این خیر عمومی بر اساس یک ارزش‌های تعریف میشه، جامعه تحول پیدا میکنه، ارزشش تغییر میکنه، و خیر عمومی هم مفهومش تغییر میکنه. بنابراین هم خیر عمومی رو اعضای جامعه باید بتونن تعریف کنن در شدن تعریفش و هم در تحققش و چگونگی تحققش. پس بنابراین اون سیاستی که ما در واقع شاهدش هستیم، سیاست پیوند خورده به سعادت، فقط یک اشتراک لفظ داره. اگر سیاست به مفهوم قدرت طلبی باشه، خب یک چیزی که همه فیلسوفان ازش پرهیز، یعنی فیلسوفان معتقد این تنزه طلبی، دامن کشیدن ترسی عمومی، که از ویژگی‌های خیلی شاخص فیلسوفان بوده که انزوا رو نگه با جامعه رو. خب این خودش در واقع به نحوی به ناممکن بودن سیاست ورزی اشاره نمی کنه. خب دقیقا انتقاد هان آرنت همینه، انتقاد هان آرنت بر فلسفه سیاست، شما فیلسوفان بگونه سیاست رو تعریف میکردن که میتونستن خودشون رو بیرون از اون نگه دارن، در حالی که سیاست یعنی در داخل در قلمرو بودن، یعنی فعال بودن. انزوا مفهوم سیاست رو میکشه، چه شما خودتون آمدن جدا کنید خودتون از جامعه، چه اینکه کسی رو به زور از اون جامعه بیرون بکنید، اینها همه مخالف مفهوم سیاست. که در مورد ایران خیلی شاخص هست این، به خصوص مورد تبعیدش یا مهاجراندن به تعبیری که من میکنم، یعنی از یک سمت انگار مهاجرت صورت میگیره از ایران، از یک سمت هم واقعا رانده میشون گروه های بسیاری. دو تا شر بزرگ ما در ایران میبینیم، یکی مسئله تبعیض هست که با صورت های مختلف میشه اون رو نشون داد، مثلا فرض کنید که اعدام ها خودش یک نمونه روشن تبعیض هست، شما مثلا اعدام سیاسی میکنید، اعدام اقلیت های مذهبی مثل بهائی ها میکنید، در واقع دارید تبعیض رو تبدیل میکنید به تنبیه، و یا مثلا تفاوت میگذارید بین مذهبی و غیر مذهبی، حتی بین شیعه و سنی، و یا مثلا اونی که با حاکمیت هست یا نیست، حتی اگر داخل حاکمیت بوده باشه قبلا، مثلا فرض کنید که آقای خاتمی یا چهرهای مثل آقای موسوی و امثال اینها، و یا سرکوب زنان رو
در نظر بگیریم و یا مانع تراشی برای حضور و مشارکت افراد مختلف. این تبعیض به هر حال نظام خیلی روشنی است امروز در ایران که یک بخشش به همون تبعیض ختم میشه. یک بخش دیگرش هم یک شر دومی که ما امروز در جامعه خودمون میبینیم تزلزل اون مبانی خیر عمومی است که در بی‌اعتمادی عمومی به نحوی منعکس شده یا مثلا در خود تخریبی افراد دیده میشه و دیگر تخریبی، محیط زیست تخریبی، آسیبایی که به محیط زیست زده میشه و البته در فساد فراگیر. دین قرار بوده که ظاهراً اون بخش سعادتی رو که شما به شکل آرمانی تصویر کردید تأمین بکنه. انقلاب دینی هم ظاهراً در همین مسیر بوده. چطور شد که ما در عمل گرفتار این دو شر بزرگ شدیم؟ خب نکته بسیار زیادی هست. یه نکته اینه که دین در یعنی دینی که ما اکثریت جامعه در ایران بهش اعتقاد داریم اسلام بیشتر تقلیل پیدا کرد از نظر تاریخی به فقه و بحث سعادت در فقه وجود نداره. مسئله فقه مسئله سعادت نیست اصلا. فقه به درون آدم ها اصلا کاری نداره. یعنی اگر کسی از نظر فقهی ظاهر رعایت بکنه این در حقیقت ظاهر رعایت کرده و از نظر فقهی هیچ مشکلی نیست. مثلا فرض بکنید اگر کسی زیر برق شمشیر اسلام آورد از نظر فقهی مسلمان، حالا اینکه درونش واقعا مسلمانه واقعا مسلمان نیست از نظر فقهی شما نمیتونید اون رو نامسلمان بخوانید. یعنی اصلا در هیچ جای فقه به بحث سعادت در فقه مطرح نمیشه و فقه مجموعه ای از دستورهایی است که مشروعیتش رو از فقها میگیره و فقها هم معتقدن که این احکام احکام الهی هستن. منتها اینا همه احکامی هستن که برای مسلمان بودن ضروری است، تکلیف یک مسلمانه. و البته در خارج از فقه این بحث میشه در الهیات که شما اگر بخواید سعادتمند بشین سعادتمند بودن به این هست که شما رضایت خداوند رو برآورده کنید و رضایت خداوند در این هست که شما شریعت رو عمل میکنید. خب ببینید که این مورد اتفاق نظر در میان همه مسلمان ها و همه جریان های اسلامی نبود. از جمله عرفا و صوفیان بسیاری از اینها معتقد بودن که رضایت خداوند لزوما از طریق اجرای شریعت و عمل شریعت نمیگذره. منتها ما تلقی فقهی رو میبینیم که غلبه پیدا میکنه هم بر جامعه و هم با سیاست نزدیک میشه و بعد در انقلاب ایران که حکومت اساساً حکومت فقهی میشه. چجوری به اصطلاح فقهی شدن دین رو میشه با تبعیض مثلا ارتباط داد؟ خب فقه اساسش بر تبعیضه. اساس از ابتدای فقه تبعیض، تبعیض بین مجتهد و مقلد. از آغاز اولین صفحه رساله تبعیض بین مجتهد و مقلد. و بعد همین این تبعیض یا مراتب مختلف دانش و تبعیض یعنی مجتهد یه سری حقوقی پیدا میکنه، اختیاراتی پیدا میکنه که اون اختیارات مقلد نداره. مخصوصا اگه مجتهد جامعه شرایطی باشه، مثلا میتونه حد جاری بکنه، میتونه مثلا زکات بگیره، میتونه خمس بگیره. من روایت فقهی الان رو میدم. خب اینا در طول تاریخ تحول پیدا کرده. بعد از اون طرف بین مکلف و غیر مکلف تبعیض هست، بین بالغ و غیر بالغ، بین عاقل و مجنون، بین زن و مرد، بین مسلمان کفر و دارالکفر، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین به اصطلاح کسی که حاصل ازدواج مشروعه و کسی که حاصل ازدواج مشروع نیست. مجموعه عظیمی از این، بین سید و غیر سید، بین قریشی و غیر قریشی، یعنی مجموعه عظیمی از تبعیض‌ها هست که در درون فقه وجود داره. چون میدونید که عدالت به مفهوم قدیم به اصطلاح این بوده تعریفش میکردن وضع شی در جای خودش، شما هر چیزی رو در جای خودش قرار بدین، این تعریفی بوده که میکردن. منتها این جای خودش کجاست؟ طبیعتاً در یک جهان‌بینی دینی این خداوند و یعنی فقه هست که جای همه چیز رو در نظام حقوقی تعیین میکنه. اون فقه هست که میگه چی عادلانه است و عادلانه نیست طبق اون تصور. بنابراین وجود اون تبعیض‌ها هیچ کدام مانع از این نیست که شما فقه رو غیر عادلانه بدونیم با اون تعریف که از عدالت وجود داره. ما در دنیای امروز که خب یک درکی از انسان پیدا میکنیم که میگیم انسان به عنوان انسان یه سری حقوقی داره و اون حقوق
رو نمیشه به هیچ دلیل، به هیچ بهانه‌ای از او گرفت. انسان مسلمان و غیر مسلمان، حتی تفاوت بین انسان و حیوان هم از بین میره. یعنی دیگری که انسان همیشه، قدمای ما همیشه میگفتن که اخلاقی بودن یعنی که شما از صفات بهیمی و حیوانی فاصله بگیرید. الان این که اون دیگری آدم در مقابل آدم حیوان تعریف بشه، این چنین نیست. طبیعت، ما الان نگاهمون به طبیعت، نگاهمون به حیوانات و نگاهمون به انسان تغییر کرده و این تغییر نگاه طبیعتاً نوع دیگری از حقوق رو طلب میکنه و البته برابری حقوقی رو. خب یک نکته که اینجا وجود داره این است که به هر حال قانون در همه جای دنیا بر ظاهر حکومت میکنه، یعنی قانون اصولاً کارش اینه که بر ظاهر حکومت کنه، براش فرق نمیکنه اون کسی که پشت چراغ قرمز ایستاده عجله داره، بیمار داره یا چه، اون قانونی داره که باید همه رعایت بکنه و به درون آدم ها اونقدر کاری نداره. یک بنابراین از این بابت میشه گفت فقه با قانون مرتبطه. ولی مسئله این است که در فقه در واقع به این قوانین فقهی مورد قبول عمومی نیستن. یعنی فرض کن اگر شما مسلمان نباشید یا اگر مقلد مثلا یک مرجعی نباشید یا اگر سنی باشید و هر اختلاف دیگری داشته باشید با روایت معین فقهی، این باعث میشه که شما احساس بکنید که اون قوانین فقهی یا شریعت داره بر شما تحمیل میشه. ببینید فلسفه قانون مهمه. شما اینکه قانونی رو بر چه اساسی تدوین میکنید یک، و دوم چگونه این قانون تدوین میشه، چگونه این قانون گذاشته میشه. در شرایطی که همون که گفتم خیر عمومی رو افراد یک جامعه سیاسی باید بتونن در تعریفش نقش داشته باشن، یک بخشش برمیگرده به قانون. یعنی این که قانون گذاری باید یک فرایند عرفی باشه، یعنی که خود اعضای جامعه بتونن حالا یا مستقیم مثل دموکراسی های یونان یا غیر مستقیم از طریق مثلا نظام پارلمانی و نظام های سیاسی نمایندگانی داشته باشن که این نمایندگان از طرف جامعه قانون وضع کنن یا قانونها رو تغییر بدن یا قانونها رو تفسیر کنن. وقتی شما مدعی میشید که یک نظام حقوقی دارید که این نظام حقوقی الهیست و حلال و حرامش واجب و حرامش ابدیست و انسان ها نمیتونن درش نقشی داشته باشن، یعنی شما از آغاز خیر عمومی رو نادیده گرفتید. یعنی مهم نیست خیر عمومی چیه، ما یک سری احکام ثابت داریم، اینها باید همه در هر زمان و هر مکان باید اجرا بشه. یعنی بیشتر متعهد به اون احکام تا به خیر عمومی. یا به عبارت دیگه متعهد به منافع یک صنف خاصی به نام روحانیت تا به خیر عمومی. یعنی که اون احکام که از آسمان نیومدن، ساخته شده. اتفاقا این نکته جالبی است به خاطر اینکه مثلا اسم این نظام جمهوری است و جمهوری که اسلامی باشه، بنابراین اون خصلت جمهوری هم در این وضعیت اصلا حذف میشه. یعنی اصلا دیگه گفتگویی درباره خیر عمومی وجود نداره. اصلا شما اگر قانون اساسی رو که به عنوان مهمترین سند جمهوری اسلامی میشه تلقیش کرد یا هر نظام دیگه، میبینید کاملا که یک اگر از مفاهیم مدرن درش چیزی آمده، کاملا به صورت خیلی سطحی به کار برده شده، از جمله خود جمهوری، از جمله نهادهای دموکراتیک جمهوری مثل پارلمان، مثل رئیس جمهور. شما در نهایت که وقتی میگید حاکمیت از آن خداست و بعد هم یک ولی فقیه میگذارید که ولایت مطلقه داره، یعنی خود قانون به او اختیارات غیر قانونی میده و بعد تشخیص مصلحت نظام منحصر هست به دیدگاه اون شخص و او تنها مرجع تشخیص مصلحت نظام هست، طبیعتا این همه خلاف روح جمهوری و روح دموکراسی هست و روح قانون به مفهوم جدید. چون قانون به مفهومی که بعد از انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه ما بهش رسیدیم، درک جدیدی از قانون بود که مبتنی بر درک جدیدی از انسان بود. اینکه ما انسان به ما و انسان از اون حیث که انسان هست یک سری حقوقی داره و قانون در حقیقت حافظ اون حقوق هست و مهمترین حق انسان حق آزادی است. حالا به اشکال مختلف میتونید این آزادی رو شما ببینید، بحث آزادی دین هست، آزادی مذهبی هست، هم آزادی مذهبی هم آزادی از مذهب.
و همینطور آزادی که شما محل زندگیتون انتخاب کنید، عقیده آزادی بیان، مجموعه زیادی از آزادی ها، اینها باید قانون بتونه اینا رو حفظ کنه. قانونی که تبعیض رو حقانیت و مشروعیت قانونی بده در حقیقت خود ویرانگر هست و با مفهوم مدرن قانون بیگانه است. اون چیزی که ما میبینیم در قانون اساسی اینه که سعی شده اصول شریعت درش گنجانده بشه و از همه مهمتر یک فردی با مشروعیت غیر عرفی و با مشروعیت الهی در حقیقت مجری تام الاختیار قانون بشه که حتی اختیاراتش حد و مرزی نداره، از خود قانون هم میتونه فراتر بره. حتی خود این یک بحث خیلی جالبی است در جمهوری اسلامی که بسیاری از علما، مثلا فرض کنید آقای علم الهدا یا مصباح، اینها حتی قانون نوشته شده فعلی رو هم قبول ندارن و باز یک تفسیرهایی میکنن که فراتر از اینه به سمت اینکه اینجا یک حکومت اسلامی وجود داره، حتی اون بخش جمهوری به همون شکل رقیقش هم نادیده گرفته میشه. اما به هر حال مسئله این است که یک چنین وضعیتی خود به خود که تبعیض رو درست میکنه، طبعا شرهای بسیاری ایجاد خواهد کرد و پیامدهای بزرگی خواهد داشت، از جمله در واقع بی‌اعتمادی عمومی. طبیعتاً ما توی جامعه هستیم که دیگه این ملت دولتی وجود نداره یا نمایندگی خود، مثلا من اگر نمیتونم نماینده خودمو بفرستم به پارلمان و او از پیش رد صلاحیت میشه، یا حتی مهم نیست که حتی مثلا قبلا رئیس جمهور بوده دوباره میتونن رد صلاحیتش بکنن، این طبعا میزان نمایندگی رو که اساس جمهوری هست تقلیل میده و به یه وضعیتی میرسه که من دیگه نمیتونم اعتماد بکنم به تصمیمی که گرفته میشه و این رو چون نماینده خودم نمیدونم ازش حمایت نمیکنم، بنابراین اعتماد من زائل میشه. بله، در دوران در قرن 20 به اصطلاح از آغاز پیدایش دولت مدرن، اگر ما حکومت رضا شاه پهلوی رو آغاز تشکیل و تکمین حکومت مدرن بدونیم، خب زایش اقتدارگرایانه‌ای داشته، یعنی از ثبت احوال بگیریم اسم درست کردن به مردم تا سربازی بردن و تا مسئله حجاب و مسئله متحد رو شکل کردن لباس و همه اینها، اون رابطه دولت با مردم رابطه اقتدارگرایانه‌ای بود. این رابطه اقتدارگرایانه تداوم پیدا کرد با انقلاب ایران، یعنی انقلاب ایران به فروپاشی سلطنت انجامید اما به فروپاشی انواع اقتدارگرایانه قدرت نه انجامید. به شکل دیگه دیدیم که باستولید میشه. اینها باعث شده که جامعه بدبینیش نسبت به حکومت بیشتر و بیشتر بشه، یعنی اساسا حکومت بده مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بدبینی نسبت به حرفهاش، اعتقاد به اینکه حکومت فریب میکنه، اعتقاد به اینکه مردم رو در نظر نداره و کم کم این وضعیت، علاوه بر اینکه خب ما یه انقلاب داشتیم، این یک وضعیت طبیعی است بعد از انقلاب ها در دنیا و بعد جنگ رو داشتیم، همه اینها انقلاب و جنگ دو پدیده خشونتباری بودن که خیلی طبیعیه وقتی از دور نگاه میکنیم، مثل موریانه اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی رو ریشه هاش رو بخورن، از بین ببرن و به تدریج فروپاشی ارزش های سنتی به دلایل مختلف. یکی این که کسانی که نمایندگان سنت بودن، اینها در عمل و در فضای عمومی اعتبار خودشون رو از دست دادن، یعنی مثلا فرض کنید روحانیت که قدیم به عنوان نماد سنت اخلاقی ما شمرده می شد و زهد و پارسایی و تقوا و عدالت و آزار ندادن مردم از ویژگی‌هاش شناخته می شد و به عبارتی پناهگاه مردم از ظلم‌هایی بود که دولت برش روا می داشت، خودش تبدیل شد به ظالم، یعنی خودش تبدیل شد به کسی که کلید زندان دستش، حکم اعدام صادر می‌کنه، مال مردم رو می‌خوره، به اصطلاح منافع عمومی رو به خطر می‌ندازه. این مثل این نوعی که شما در خانواده باشه که بچه ببینه پدرش دروغ میگه مثلا، خب اینکه دروغ گفتن برش میشه یه چیز عادی و هیچ موقع اصلا نمیفهمه که دروغ گفتن چیز بدی. برای این تو یک همچین شرایطی اصولا نمیشه بحث سعادت رو مطرح کرد و منتها
آره این مال این 40 سال اخیر فرزن، ولی توی 150 سال اخیر ما بحث‌های مختلفی راجع به عدالت داشتیم، عدالت اجتماعی داشتیم. چطور به هر حال عدالت و سعادت روابطی با هم دیگه دارن، چطور در همون مبنای عدالت پیشگی دین هیچ موفقیتی کسب نشده و مفهوم عدالت به یک مفهوم مرکزی تبدیل نشده؟ خب عدالت در دین گفتم به اون مفهوم قدیم باید فهمید، یعنی اون چیزی که شما در الهیات مذهبی میبینید در مورد عدالت، یعنی قبل از دوران جدید، همون قرار دادن هر چیزی در جای خودش هست. نه اینو میفهمم، ولی میخوام بگم که مثلا خود آقای رفسنجانی مدت‌های بسیاری در خطبه‌هاش راجع به عدالت اجتماعی حرف زده، فرضاً آقای مثلا حکیمی راجع به عدالت حرف زده، مبارزه با فقر رو اساس قرار داده. درسته که در سنت عدالت یه مفهوم دیگری داشته، ولی به هر حال جمهوری اسلامی حاصل اندیشه های مدرن هم هست، آمیزه ای از اون چیزیست که در قدیم بوده یا در فقه بوده و به اضافه عدالت. چطور خود این بحث عدالت که میتونست به سعادت به نحوی ما رو نزدیک بکنه غایب شد و یا تقلیل پیدا کرد در واقع به مثلا فرض بکنید یارانه 40-50 هزار تومان؟ به دلیل اینکه تلقی آقای حکیمی و تلقی دیگران که از عدالت سخن میگفتن دو آبش خورد داشت، یکی شریعت و یکی مارکسیسم، و همون شریعت مارکسیستی شده تبدیل میشه به یارانه، یعنی خیلی طبیعیه، به هیچ جایی نمیانجام، یعنی نوعی کپانه. یعنی ما بحث عدالت رو خارج از چارچوب مارکسیستی و خارج از چارچوب شریعت مطرح نکردیم در ایران. با تلقی که مارکسیست ها داشتن به طور طبیعی دهه ها بر فضای روشنفکری ایران غلبه داشتن، حتی وقتی که مبانی اقتصاد اسلامی آقای مطهری بعد از درگذشتش منتشر میشه، آقای مهدوی کنی دستور میده که خمین بشه. چرا؟ بخاطر اینکه قدر این رنگ و بوی مارکسیسم داره که اینها رو ترسوند در حقیقت. میخوام بگم ما نتونستیم بحث عدالت در ایران، من ندیدم که خارج از چارچوب مارکسیسم و چارچوب شریعت یا ترکیب اینها مطرح بشه. این یک مسئله است. مسئله دوم این که ما بین حکومت و سیاست و تمایز میشه. حکومت یعنی که دستگاهی که مجموعه بسیار عظیم و پیچیده از بوروکراسی است و یک نوع خاصی از اقتدار رو داره و اعمال میکنه، حالا یا دیکتاتوری یا دموکراسی، انواع اقسام حکومت داره. سیاست یا سیاست ورزیدن کاری نیست که در انحصار حکومت و صاحبان حکومت باشه. سیاست خصیصه شهرمنده، سیاست ورزی کار شهروند، در حقیقت اون چیزی که یک شهروند شهروند میکنه سیاست ورزی شد. یعنی اگر سیاست ورزی شهروندی ضعیف بشه، قاعدتا حتی اگر شما نیت عدالت هم داشته باشید عملا اتفاق نمیفته. ببینید شما... یعنی خیلی آمرانه خواهد بود و در نتیجه به جایی نمیرسه، چون شهروند درگیرش نشد. ببینید برای به معنی دقیق فلسفی شما شهروند به دنیا نمیاد، شهروند میشوید. یعنی با نوع رفتار خودتون شهروند میشید، با سیاست ورزی است که کسی شهروند میشه. یعنی شهروندی مثل رنگ پوست و نمیدونم قد و قامت و ویژگی طبیعی نیست با انسان متولد بشه. اگر شهروندان خودشون سیاست نورزند، در حقیقت به اعضای منفعل یک جامعه سیاسی بدل بشن، طبیعی است که حکومت اقتداری را زمینه بسیار مساعدی برای رشد و تداوم پیدا میکنه. این که ما فکر بکنیم که اون چه در جامعه میگذره همش تقصیر حکومته، یا تا حکومت عوض نشه هیچ عوض نمیشه. البته اگر حکومت عوض بشن خیلی چیز عوض میشه. البته که اگر هر روز هم هر سال لحیه هم عوض میشه، بازم سعادت در کار. یعنی در نهایت اعضای مشارکت فعال اعضای جامعه در هر آنچه که مربوط به مسئله خیر عمومی است، حالا این مسئله میتونه آسفالت کردن این کوچه باشه، میتونه محیط زیست باشه، مسئولیتی که شهروندان دارن در حفاظت از محیط زیست، میتونه مبارزه با انواع اقسام
بیماری ها، بیماری های فراگیر یا مشکلات اجتماعی باشه و همینطور میتونه مربوط به مسئله که به حکومت مثل انتخابات، مثل تعیین مناصب حکومتی یا تقسیمشون. بنابراین اون مشکلی که ما الان بیشتر میبینیم در ایران اینه که مخصوصا بعد از اینکه ما حکومت ما یک حکومت نفتی، یعنی حکومتی شد که درآمد اصلیش از نفته و باقی مردم یه بخش عظیمی از کسانی که ما اونها رو صاحب شغل و کار حساب میکنیم اینا کارمند دولت هم. یا کارمند دولت هم یا طرف قرارداد دولت هم. یعنی چی؟ یعنی معیشتشون زندگیشون بسته به دولت هست و بعد از اون طرف ما نظام مالیاتیمون بسیار مخدوش و معیوب و شرط و درست نیست. شما در یک وضعیتی هستید که دولت خودش رو در حقیقت صاحب مملکت میدونه و بقیه مردم به فعال درش نقش داشته باشه و البته دولت هم استقبال کرده و هرچه تونسته دخالت شهروند در سیاست کاسته و یا محدودش کرده، مثلا به صندوق رأی، اونم با شرایط خودش. این اصولا شهروند دخالتی توی جریان عدالت یا فرضاً سعادت نخواهد بهش برسه. جامعه ایران شاید نمونه زنها خیلی نمونه آشکاری است از این چطور مقاومت اجبار میکرد در اینها، از شیوه زیستنشون، از مسئله تحصیلشون، از مسئله کار کردنشون، از شکل لباس پوشیدنشون، شکل حرف زدنشون، نقش های مختلفی که دارن. جمهوری اسلامی الگویی داشت که این الگو رو تحمیل میکرد، ولی جامعه زنان در بخش مخصوصا در بخش های شهری و در بخش هایی که به هر حال امکان دسترسیشون به تحصیل یا یه بخش یه میزانی از تمول درشون وجود داشت، اینها مقاومت کردن. وقتی مقاومت کردن و با اون اجبار حکومت مبارزه کردن، به تدریج حکومت قبول شد. یعنی جمهوری اسلامی شکل حکومتش عوض نشد، ولی در زمینه زنها حتی نامزده های بسیار محافظه‌کار جمهوری اسلامی رو ببینید در انتخابات، هیچ موقع اون حرفایی که مثلا اوایل انقلاب دهه 60 از مقامات جمهوری اسلامی نمیشنن، به خاطر که اینا میخوان رأی بگیرن. وقتی میخوان رأی بگیرن بعد ببینید که رأی دهنده کیه و چی و چه جوری شما حرفایی بزنید که در جامعه مقبولیت نداره. این یعنی سیاست ورزیدن، این یعنی که جامعه حتی با پس زدن میکنه حقیقت سیاست ورزی کنه. در واقع زنان و جنبش زنان در ایران نمونه خوبی است از سیاست ورزی که به هر حال یه قدم به سمت عدالت اجتماعی یا برابری زن و مرد حرکت کرد. در نمونه خیلی موفقی است. یعنی میشه این رو در خیلی جاهای دیگه این رو به کار برد. یک این که باید یک حرکت فرادی باشه، یعنی که مثلا زنها یه نفر نمیاد تو خیابون میشه دیگه را بره، شما ناگهان به قول معروفی گرایش ترندی میبینید که زنها اینجوری لباس بپوشن. خب یه نفر میشه گرفت، دو نفر میشه گرفت، یه نفر سه نفر میشه برد مثلا کلانتری، بعد نمیشه که روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد، نمیشه که هم مردم پلیس بذاری بالا سرشون. این که جامعه به این آگاهی برسه که همواره جامعه قدرتمندتر از حکومت هست و هر شرایطی قدرتمندتر از حکومت هست و حکومت ها ناپایدارن اما جامعه تداوم داره و اینکه جامعه ابزارهایی داره که حکومت نداره، حکومت ابزارهایی که داره مشروعیت سیاسیش رو از دست داره، مورد جمهوری از دست داده، بنابراین همواره برای اعمال نیاز به ابزارهای قهریه است. ولی جامعه بدون اینکه دست به هیچ یک از ابزارهای قهریه بزنه، جامعه میتونه بدون اینکه راههای خشونت آمیز رو اون اراده خودش رو متعقب کنه. به جای خوبی رسیدیم در پایان بخش اول صحبتمون.